اعتراض دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف تهران با شعار دانشجو آزادی آزادی، تجمع اعتراضی بیش از 2000 تن از دانشجویان دامغان به فضای اختناق، اعتراض دانشجویان دانشگاه‌های تبریز و اردبیل به طرح ارتجاعی تفکیک جنسیتی، اعتراضات دانشجویان دانشگاه آزاد واحد غرب تهران، دانشگاه حکیم سبزواری نیشابور و فارغ التحصیلان رشته شیمی مهاباد، درگیری زندانیان زندان دیزل‌آباد کرمانشاه با دشقیمان و اعتراض خانواده‌های زندانیان، اعتراض مردم منطقه سرچشمه کرمانشاه به جمع‌آوری بشقاب‌های ماهواره‌ای، تجمع اعتراضی کارگران کارخانه مجتمع صنعتی سیمان تهران، موج دستگیری در تهران، 800 دستگیری تنها در یک شب. دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف تهران روز چهارشنبه 10 مهر ماه در اعتراض به ممانعت رژیم آخوندی از بازگشت دانشجویان ستاره‌دار تحصن کردند. دانشجویان پلاکارد‌هایی حمل می‌کردند که روی آنها نوشته شده بود دانشجو می‌میرد اخراج نمی‌پذیرد و دانشجو آزادی آزادی. دانشجویان به سمت مسجد دانشگاه راهپیمایی کردند، اما مزدوران حراست از ادامه راهپیمایی آنها جلوگیری کردند. بیش از 2000 تن از دانشجویان دانشگاه دامغان علیه فضای خفقان در دانشگاه و ممنوعیت هر گونه فعالیت دانشجویی اعتراض کردند. هنگامی که رئیس مزدور دانشگاه حاضر به شنیدن خواسته دانشجویان نشد، آنان از رفتن به سر کلاس خودداری کردند. صبح روز پنجشنبه 11 مهر ماه تعدادی از دانشجویان دانشگاه آزاد واحد غرب تهران تجمع کردند و علیه اخاذی رژیم به بهانه تجهیز آزمایشگاه اعتراض کردند. این حرکت اعتراضی در مقابل دانشکده علوم و تحقیقات قضایی واقع در هنک 35 متری گلستان صورت گرفت. دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری در نیشابور به وضعیت نابسامان خوابگاه و کمبود فضای اتاقهای آن اعتراض کردند. جمعی از دانشجویان فارغ التحصیل رشته شیمی مهاباد روز 8 مهر ماه در مقابل فرمانداری رژیم در این شهر دست به تجمع زدند. این تجمع در اعتراض به ممانعت رژیم آخوندی از شرکت دانشجویان در آزمون استخدامی صورت گرفت. جمعی از دانشجویان دانشگاه‌های اردبیل و تبریز به طرح سرکوبگرانه تفکیک جنسیتی در این دانشگاه‌ها اعتراض کردند. بنا به گزارش‌های دریافتی، تعدادی از زندانیان زندان دیزل‌آباد کرمانشاه روز چهارشنبه 10 مهر ماه با دشقیمان رژیم آخوندی که قصد ضرب و شتم یک زندانی را داشتند درگیر شدند. در این درگیری کلیه شیشه های بند 5 شکسته و خسارات زیادی به آن وارد شد. دشقیمان پس از سرکوب زندانیان تعدادی از آنان را به بند 9 که بند تنبیهی این زندان است منتقل کردند. خانواده‌های زندانیان زندان دیزل‌آباد کرمانشاه که روز چهارشنبه برای ملاقات با عزیزان خود به زندان رفته بودند، هنگامی که از خبر درگیری در زندان و ضرب و شتم زندانیان مطلع شدند، دست به اعتراض زدند. دشقیمان رژیم آخوندی در واکنش به این حرکت اعتراضی، ملاقات زندانیان را قطع و کلیه خانواده‌ها را از سالن ملاقات خارج کردند. جمعی از مردم منطقه سرچشمه کرمانشاه روز چهارشنبه 10 مهر ماه در اعتراض به حمله وحشیانه ماموران سرکوبگر انتظامی به خانه‌هایشان و شکستن بشقاب‌های ماهواره‌ای اعتراض کردند. ماموران نیروی انتظامی در وحشت از ادامه این اعتراضات منطقه را ترک کردند. جمعی از کارگران کارخانه مجتمع صنعتی سیمان تهران در مقابل در ورودی کارخانه واقع در شهر ری محله غنی‌آباد تجمع اعتراضی برگزار کردند. آنها به پرداخت نشدن 3 ماه مزایا و اضافه کاری اعتراض کردند.
مزدوران رژیم با کمک گرفتن از ماموران سرکوبگر انتظامی کارگران را محاصره و با باتون به آنها یورش بردند. ماموران نیروی انتظامی تنها در یک شب 800 نفر را در جنوب تهران دستگیر کردند. پاسدار ساجدی‌نیا سرکرده نیروی انتظامی تهران گفت تمامی نقاط جنوب شهر به ویژه محله بیسیم تحت کنترل‌های پلیسی قرار گرفت و شب گذشته طرح دستگیری این افراد اجرا شد. این دستگیری به بهانه مبارزه با مواد مخدر و به منظور ایجاد فضای رعب و وحشت صورت گرفت.